سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و همه چیز عالی باشه. امروز من اومدم به بندر انزلی تو غرب استان گیلان و میخوام کامل شهر انزلی رو به شما نشون بدم، یه سری توضیحات در مورد اینجا بگم، تاریخچش رو بگم، اصلا بیام بگم چرا به اینجا میگن انزلی. همه اینا رو میخوام کامل بهتون توضیح بدم و سعی میکنم در حین اینکه دارم قدم میزنم و از جاهای مختلف فیلم برداری میکنم براتون، این توضیحات هم بهتون بگم. همین ابتدا بهتون بگم که اول ویدیو یه سری تصاویر از بازارهایی که اینجا هستش براتون گذاشتم و بعدش هم به بیرون بازارها میریم، داخل شهر یکم قدم میزنیم و در نهایت هم به اسکله و دم دریا میریم که اونجا هم انرژی خوبی داشته باشه. خب به عنوان اولین نکته باید بهتون بگم که ببینید اینجا اسمش منطقه آزاد انزلی، یعنی همونجور که ما توی جزیره کیش و جزیره قش مناطق آزاد داریم، اینجا هم همچین چیزی هست. تو مناطق آزاد چه اتفاقی میفته؟ معمولا اقتصاد اینجا پر رونق تر هست و معمولا در بیشتر مواقع مالیاتی وجود نداره، واسه همین افرادی که حالا قصد سرمایه گذاری دارن معمولا به این مناطق میان که حالا شرایط بهتری برای سرمایه گذاری های اقتصادی داشته باشه، که منطقه آزاد انزلی هم جز همین مناطق هست. جالبه بدونید که بندر انزلی یا حالا شهر انزلی پر جمعیت ترین شهر این استان بعد از رشت هست. حالا رشت که مرکز استان حساب میشه، اما بعد از اون انزلی پر جمعیت ترین شهر این استانه که حدوداً 150,000 نفر جمعیت داره. البته ممکنه حالا این رقم بالاتر یا پایین تر باشه و معمولاً ساکنای این شهر رو با نام جالب انزلی چی به معنای اهل انزلی میشناسن و به زبون گیلکی هم صحبت میشن. حالا در مورد نام بندر انزلی هم میخوام یه توضیح بهتون بدم که اصلا چی شد که اینجا اسمش انزلی شده. ببینید اول از همه بگم تو دوران سلطنت خاندان پهلوی اسم اینجا تغییر داده میشه و اسمش میشه بندر پهلوی، اما بعد از انقلاب دوباره به اسم سابق خودش یعنی انزلی برگردونده میشه. حالا بعضی ها کلن در مورد معنی اینجا شاید ندونن، باید بهتون بگم که انزل به معنی لنگر و انزلی اگر بخوایم بگیم میشه لنگرگاه. حالا دوستانی که نمیدونستن معنیش این هست. البته معنی تحریف شده دیگه هم داره که به اسم گذرگاه و دروازه حساب میشه، که حالا تو نوشته های قدیمی هم کلن انزلی رو دروازه اروپا و ایران مینامیدن، که خیلی اینم به نظر من خیلی نکته جالبیه. حالا نکته جالب کجاست؟ ببینید تو زبون یونانی یه سری واژه ها داریم مثل انزلیوس و انزلیا که به معنی مرداب هستن و همین باعث میشه این دیدگاه به وجود بیاد که اسم اینجا که صاحب یکی از بزرگترین مرداب های جهان یعنی مرداب انزلی هم هست، به زمانی قبل از آغاز شهرنشینی توی منطقه برگرده. و از طرف نکته جالب ترش هم اینجاست که پیدایش جزیره و مرداب توی منطقه قدمتی 15,000 ساله داره، یعنی یه جورایی میتونیم بگیم که خب اولین اسمی که اینجا داشته مرداب انزلی بوده. حالا تو گذشته یعنی قدیما شغل اکثر مردم بندر انزلی صیادی یا همون ماهیگیری بوده، برنجکاری و کشاورزی امروز بقیه مشاغل حساب می شده، اما اولین شغل هم ماهیگیری بوده. حالا امروز هم مردم این شهر به بیشتر حالا مشاغل اداری دارن، دولتی دارن، آزاد دارن، اما اولین شغلی که حالا اینجا داشتن چی بوده؟ ماهیگیری بوده. حالا که یکم در مورد تاریخش صحبت کردیم، باید بهتون بگم که سال 863 هجری قمری اولین باریه که توی متون تاریخی از انزلی یاد شده. تو اون زمان انزلی فقط یه دهکده کوچیک بوده. کم کم تو اوایل دوره صفویه انگلیس‌ها و روس‌ها، حالا همچنین دولت مرکزی کشور خودمون که پایتختش قزوین بوده، این شهر رو مورد توجه خودش قرار میده. انگلیسی‌ها یه شرکتی تجاری تو مسکو فعال میکنن و در تجارت ابریشم گیلان راه رشت، بندر انزلی و بادکوبه به اروپا رونق داده میشه و از اون به بعد انزلی به عنوان دروازه اروپا شناخته میشه. بعد از اینم که حالا حکومت پهلوی روی کار میاد، این بندر رو بازسازی میکنه، اسکله های جدیدی در اون میسازه، اداره بندر و کشتیرانی مجهزتر از همین میشه و همون باعث میشه که امروز بندر انزلی یکی از مجهزترین بندرهای کنار دریای خزر و از زیباترین شهرهای گیلان به حساب بیاد، که هر سال هزاران تن کالا توسط کشتی ها بهش وارد میشه و یا ازش خارج میشه. حالا من سعی کردم یه سری توضیحات در مورد اینجا بهتون
بهتون بگم، این نکته رو بهتون بگم که خب ببینید اینجا مکانهای دیدنی زیاد داره. حالا من سعی میکنم در سفرهای بعدیم هم از این مکانهای دیدنی براتون بیشتر ویدیو بگیرم، اما از آکواریوم اینجا هم فیلم گرفتم که تو ویدیوهای بعدی براتون منتشر خواهم کرد، از مرداب فیلم گرفتم که در ویدیوی بعدی منتشر میشه. اما در کل باید بدونید دیگه وقتی مکانهای زیادی باشه برای فیلم گرفتن، هر کدوم نیازمند یک سفر متفاوت و یک ویدیوی متفاوت هست. اما توی ویدیو امروز سعی کردم یه سری توضیحات در مورد بندر انزلی به شما بگم و یه سری تصاویرم برای شما آماده کردم که در حین اینکه قدم میزنیم اینجا رو هم تماشا کنید و لذت ببرید. در آخر اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و کامنت رو انجام بدید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. با این کار به من انرژی و انگیزه میدید که باز هم ویدیوهای بیشتری رو براتون آپلود کنم. دیگه بیشتر از این چیزی نمیگم، بریم یک روز خوب در کنار هم دیگه داشته باشیم.
Yeah.
Thank you.
Ne
هم میکنیم، ولی من ده بار رو مهم میکنم سر هم میکنم. یه اون آدم هایی که یه بار برمیشون رو شیطان بردارم من دیگه شیطان تو حده من لکه حده غیر از اینه آبا یا گرده هست آبا گرده نمیم گرده آب نمیم گرده بچه ببینم صندلی میدم بشه خطرناکه.